بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 107 تاریخ 24/9/1395. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ان مولانا و مقتدانا الامام صادق علیه السلام و السلام انفع الاشیاء للمرء سبقه الناس الى عیب نفسه و اذا رأيتم العبد يتفقد الذنوب من الناس ناسيا لذنبه فاعلموا انه قد مكر به و احب اخواني من اهدى الي عيوب. ست روایت در رابطه با یک موضوع از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است. خب ما در آستانه میلاد با سعادت رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و همچنین میلاد خجسته ششمین امام و پیشوا وجود مقدس امام صادق علیه السلام. اون چه در این سه روایت امام صادق علیه السلام روی اون تأکید و عنایت دارن این است که تا زمانی که انسان به عیبها و اشکالات خودش رسیدگی درست نکرده، کنجکاوی و تفقد از عیوب دیگران بی‌معناست. طبیب یداوی الناس وهو علیل، تازه اینجا یداوی هم نیست. یکی از مشکلاتی که امروز تو جامعه ما هست، از گذشته هم بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود، اینی که آدم ها قبل از اینکه به وضع خودشون رسیدگی کنند، در این حال که امامان ما سفارش فراوان کردن برای اینکه آدم خودشو محاسبه کند، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما اهل بیت نیست، از دوستان ما نیست، از شیعیان ما نیست، از پیروان ما نیست کسی که محاسبه نفس نداشته باشد در هر روز، یعنی ببیند، ارزیابی کند. امروز یکی از سازمان‌های طویل و عریض در رابطه با سیستم‌های اداری دنیا دفتر نظارت و ارزیابی است، اداره کل نظارت و ارزیابی است، معاونت نظارت و ارزیابی است، کارا را ارزیابی می‌کنند، بررسی می‌کنند، شاخص‌ها را می‌بینند، کیفیت رو بررسی میکنن، کمیت رو بررسی میکنن، برای اینکه سلامت کار تضمین بشه. خب متاسفانه ماها چون به خودمون توجه نمی کنیم و همیشه نگاهمون معطوف به دیگرانه و تنها مبتلا هستیم به حب و شیء یومی و یسم، چون خودمون رو دوست داریم، به خودمون علاقمندیم، این دوستی و علاقه به خودمون باعث شده که در حقیقت همه خوبی‌های خودمون را ببینیم. اگر از گل نازک‌تر کسی چیزی به ما گفت برآشفته می‌شویم، قدرت تحمل نداریم،
از کوره در میریم، به زمین و زمان فحش میدیم که چرا از گل نازکتر به ما چیزی گفته شده. خب این عیب ماست، نقص ماست. امام صادق میفرماید احب اخوان الی من اهدا الی عیوبی، احب اخوان، خیلی تعبیر بلندی است. خب البته باید رعایت هم بشود، تو مرعا و منظر عیب کسی گفته نشود، چون اونم شخصیتی دارد، احترامی دارد. اما همین را دوستانه، مشفقانه، خیرخواهانه در قالب نصیحت می شود. خیلی حرفا را زد، خیلی حرفا را زد. من گاهی فکر می کردم تو جامعه ما گاهی از تریبون یک علیه یک دیگه برای اشکالات استفاده می کنیم. این روش روش دینی نیست، این از این تریبون، اون از اون تریبون. خیلی فضا باز می شود، دو نفری کنار هم نشست. عزیز من، خب اونجا شما چه فرمودید؟ با این موضعتون نمی سازد. اینجا چه فرمودید؟ با اون موضع نمی سازد. خیلی مسائل رو به جای اینکه به جامعه کشیده بشود، عیبها را می شود مطرح کرد و امید به این که این عیبها برطرف بشه بیش از اون زمانی است که در مرعا و منظر، چون موقعی که در مرعا و منظر مطرح شد، اونم تمام تلاشش رو می کند که نپذیرد. تمام تلاشش اینه که نه، اینا که مربوط به من نیست، در من نیست. اما اگه دوستانه مشفقانه مطرح شد، اصلا این حرفا مطرح نیست. احب و اخوانی، این المؤمن و مرآت المؤمن یعنی همین. چطور آدم صبح که میخواد بیاد بیرون، نبی گرامی اسلام تو آب نگاه میکرد، تو آینه نگاه میکرد، ماها تو آینه نگاه میکنیم، زشتیامون، زیباییهامون، نقصهای ظاهریمون را بپوشونیم. چه زیباست که آدم نقصهای باطنیشم بتونه بپوشونه. و پوشوندن نقصهای باطنی خیلی مهمتر از پوشوندن نقصهای ظاهری است. حالا موی شما این مقدار این ور رفته باشه، اون ور رفته باشه، خیلی تأثیر نداره. اما خلق شما، موضع شما خیلی مهمه. تو محیط کوچیک خانواده هم همین طوری است. اگر خانم خانه تحمل انتقاد شنیدن داشته باشد، پدر خانواده تحمل انتقاد شنیدن داشته باشد، بچه خانواده تحمل انتقاد شنیدن داشته باشه، انتقاد به این معنا که دوستان آدم عیبش رو مطرح بکنند. البته کسی که عیب دیگران را خیرخواهانه میگه، قطعا به خودش و عیب خودش هم توجه داره. حضرت تعبیر عجیبی دارد، انفع الاشیاء للمرء، خیلی عجیبه. نافعترین، پرسودترین، سودمندترین چیزها برای مرد، برای انسان. مرد در اینجا مرد نیست، انسان، زن، مرد. سبقه الناس، پیشی گرفتن او نسبت به مردم. برای چی پیشی بگیریم از مردم؟ الی عیب نفسه. قبل از اینکه دیگران به من تذکر بدن، خودم متوجه باشم. مگه میشه؟ الانسان و علی نفسهی بصیره. هر کدوم از ما که اینجا دوستان نشسته ایم، اگر از ما سوال بکنن، اشکالات خودتو بنویس. ممکنه بعضیشون نتونیم، به ذهنمون خطور نکنه، دچار جهل مرکب شده باشیم، چیزی که خوب نیست خوب تلقی بکنیم، ولی نوعا اشکالاتمونو میدونیم، بدخلقیامونو میدونیم. اگه خدای نخواسته مبتلا به دروغی میدونیم، مبتلا به غیبتی میدونیم، مبتلا به تهمتی میدونیم، مشکلاتی دیگری تو زندگی داره. خوبیامون هم البته میدونیم، قلب رؤوفمون هم میدونیم، محبتایی که به دیگران داریم هم میدونیم. اینا رو میشود اصلا میتونیم بنویسیم قبل از اینکه دیگران برای ما پرونده سازی کنن. ما پرونده سازی کنیم و یکی یکی اینا رو بعد علامت بزنیم، اولویت ها رو ببینیم و در صدد رفع اینا بر بیایم. کار بندگان خدا همیشه اینطوری بوده، اشکالات را می نوشتن، اولویت ها را مشخص می کردن، چون بعضی از عیب ها مترتب بر بعضی دیگه عیب هاست. اگه او رفت، اون ستا عیب هم از بین می رود. انفع الاشیاء للمرء سبق و ناس الى عیب نفسه. یه نکته در توحف الاخور،
نکته دیگری که باز در طواف العقوله اینه که اذا رأیتم العبد، اگه دیدید آدمی یتفقد الذنوب من الناس، یتفقد یعنی به کنجکاوی پرداخته برای رصد گناهان دیگران، اشکالات دیگران، عیبهای دیگران، نقصهای دیگران، ضعفهای دیگران، یتفقد الذنوب من الناس، میگه حواستون باشه یکی چیزی بود با من گزارش بدید منم بفهمم. یعنی یه آدم گذاشته تا اشکالات آقا را برای روز مبادا جمع کند، یه پرونده قطوری درست کرده، اگه گاهی مشکل پیدا کردن افشاگری، تلگرام شماره یک، تلگرام شماره دو. این کار ما الان تو جامعه اینه، فاجعه یعنی این. امکانات افشاگری علیه مردم فراوان، حریم ها شکسته شده، حتی کیها به اوج رسیده و هنوزم بدتر از این خواهد شد، هنوزم بدتر از این. یعنی بشر به جای اینکه خدمت کند به جامعه، البته این کاری که دارن میکنن و کردن تیغ دو دمه، هم فرصت است و هم تهدید، اما از تهدیدها بیش از فرصتهای اون استفاده میشود. این شبکه‌های مجازی، این شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اگر برای دیگران تهدیده، برای ما هم میتونه فرصت باشه، منتها خیلی فاصله است بین اونچه اونا انجام میدن، مثل اینکه یه بمب ساعتی گذاشتن ویران میکنن، بعد حالا ما میخوایم آرام آرام اینو ترمیم کنیم. کار اونا الان این شکلی است، بمب هیدروژنیه، بمب هیروشیماییه، بمب گذاشتن تو افکار جامعه، تو دیدگاه های جامعه. نسل جوان ما امروز به مسائل مکتب، به مسائل دین با یه دید دیگری نگاه میکنه. یه شایعه، یه شبهه، اونم جوانی که پایه های اعتقادی درستی نداره، از کودکستان رفته دبستان، از دبستان رفته راهنمایی، اون موقع رفته دبیرستان، الان رفته تو دانشگاه، با یه محیط جدیدی پر از شبهه مواجه شده، هیچ عقبه علمی، عقبه فکری برای دفاع از باورهایی که تو محیط پدر و مادر به دست آورده بوده. نمازی میخوندن، روزه میگرفتن، صدقه میدادن، همین آداب اولیه دینی، همینا رو ازش میگیرن، عقبه که ندارد اینا ازش. عذرخواهی میکنم. اذا رأیتم العبد یتفقد الذنوب من الناس ناسیا لذنبه، در حالی که گناه خودش رو فراموش کرده، اصلا که علم یکن شیئا مذکورا، فعلمو، آگاه باشید این آدم قد مکره، به گرفتار مکر شده، یعنی گول خورده. آدمی که به گناه خودش نمیرسد، کنجکاوی نسبت به گناه دیگران میکند، پرونده سازی برای دیگران میکند، عیب دیگران را از کاه کوه میسازد. من عذر میخوام، ما عالم آخوندی، عالم طلبگی، گاهی این نوکارامون از عوام بدتره، این نوکارامون از عوام بدتره. یعنی اگر عوام غیبت میکنن، اگر عوام حرفی میزنن، در همون چارچوب عوامیشون حرف میزنن. به قول اون بزرگ، اون عالم، اون مرجع، اون مجتهد فرمود که من راضیم همه غیبتم بکنن جز طلبه. گفتن لماذا؟ گفت بر این که طلبه اول کفر منو ثابت میکنه و بعد غیبت میکنه، یعنی ریشه را میزند. عوام نه، عوام پشت سر ما نمازم میخونه، اعتقادش هم، ولی حالا غیبتی هم میکند. اما طلبه اول میگه این مشکل در نطفه دارد و بعد هم سراغ غیبت. خدا انشالله که به هممون عنایت کند، لطف کند، نشنویم، هم گوینده هم شمای شنونده، تنها شنونده این حرفا نباشیم، یه مقدار شکممون وارد بشود، یه مقدار تنبه پیدا کنیم، یه مقدار تو تصمیم گیری هامون، تو برنامه ریزی هامون
یه چرخش ایجاد کنیم به سمت صراط مستقیم الهی و بعد آثار و برکاتش رو به فضل پروردگار عالم خواهید دید. خب خیلی عذرخواهی میکنم، خیال نکنید اون چه ما میگیم یعنی آقا وضعش درسته، مشکل مال شنونده هاست. نه، دعا کنید که مشکل همه من حل بشه. خب ما در بحث تفسیریمون دوستان فاضلمون به این آیه رسیدیم، واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. خب ما تقریبا به صورت مستوفا محضر شریف دوستانمون بحث صبر و صلات و آثار نماز و مصادیق صبر و صلات و اینها تا اندازه‌ای بهش اشاره کردیم. امروز پیرامون دو تا مطلب صحبت میکنیم، یکی همین و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین و یکی توصیف خاشعین که در آیه بعد آمده و بهش اشاره میکنه. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها، بعضی گفتن ضمیر انها به همه اون چی که قبلا گفته شد برمیگردد که این ویژگی ها، ولی عده‌ای میگن به همین صلات برمیگردد. خب مقصود از خشوع چیست؟ ما دو تا واژه داریم گاهی جا به جا استعمال میشوند، یکی واژه خضوع یکی واژه خشوع. در اون تعبیری که مطرح شده، خدای متعال به موسی بن عمران علی نبی ناباله و علیه الصلاة و السلام این گونه خطاب میکنن: یا موسی حبلی من بدنک الخضوع و من قلبک الخشوع و من عینک الدموع. یعنی موسی بن عمران از بدنت خضوع را به من ببخش و از قلبت خشوع را و از چشمت عشق را. خوب موقعی که ملاحظه میکنید خضوع را کجا به کار برده و خشوع را کجا به کار برده. خضوع را در رابطه با بدن به کار برده، حالا توضیح میدم، و خشوع را در رابطه با قلب به کار برده. دقیقا تفاوت بین خضوع و خشوع همینه. میگن هر دو واژه به معنای نرمش و فروتنی است، خاضع خاشع، اما خضوع هر نرمشی نیست. به نرمشی گفته می شود که وجهه ظاهری دارد، لذا میگه من بدنی کل خضوع، یعنی قابل رؤیته، قابل ملاحظه است، وجهه ظاهری دارد و به همین دلیل قابل تکلیفه، می شود تکلیف کرد. همون گونه که خدای متعال خطاب به همسران پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرماید: فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، سوره احزاب آیه 32. به زنان پیغمبر میگه که از نرمش در کلام صرف نظر کنید، لا تخزعن بالقول، یعنی با ناز و کرشمه حرف نزنید. فیتمع الذی فی قلبه مرض، کسی که دلش بیماره طمع کنه با اون صدای نازک شما و حالت خاص شما، چون یه کار ظاهری و یه کار ارادی است. خدای متعال اینا را نهی میکند. در مقابل خضوع خشوع است. خشوع هم به معنای همون نرمش فروتنی است، اما یه پدیده قلبی و باطنی است که در دل و جان آدمی نمود پیدا می کند.
ولذا میگن از حوزه امر و نهی، بعضی میگن از حوزه امر و نهی خارجه و تصنع و تکلف درش راه ندارن، چون یه امر قلبی است. یه امر قلبی میگن تصنع و تکلف درش راه ندارن. این آیه شریفه و اینها لکبیرتون الا علی الخاشعین. پس خاشع به کسی گفته میشود که حالت دلی نرم، فروتن، همراه با یه نوع آرامش هست. خب خاشعین را در آیه بعد خدای متعال توضیح میدهد. اصلا این خاشعین کی هستن؟ الذین یظنون انهم ملاقو رب. توصیف خاشعین به این هست، یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. خاشع به هر کس گفته نمیشود. کسانی که باور دارند که اینها روزی با پروردگارشون ملاقات میکنن و به سوی او باز خواهند گشت. سوال این است که زنی که در این آیه به کار رفته یظنون انهم ملاقو ربهم، آیا این زن همون معنایی است که ما داریم، که ما یه علم داریم؟ اگه گفتید علم هم قطعه، یه علم داریم، یه زن داریم، یه شک داریم، یه وهم داریم. تو المنطق مظفر اگه خدمتش رسیده باشید این چهار صورت رو اونجا بیان کرد. تفاوت بین علم و زن و شک و وهم قبلا اینطوری توضیح میدادن. علم اونی که چیز خلافی درش راه نداره. مقایسه بین زن و وهم این است که در باب زن رجحان با انجام و طرف اثباتی قصه است، یه بخش کمی احتمال در مقابلش هست. اما وهم دقیقا بفرمیدا بعکس، شکم مساویت طرفه. سوال این است که آیا این آیه شریفه که در وصف خاشعین بیان می کند که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، زن به همین معنایی است که ما می فهمیم، یا زن در اینجا معنای دیگری دارد؟ هر چقدر زن میگن دو معنا دارد، حالا توضیح میدم تا آخر روشن خواهد شد. زن گاهی به معنای گمان است، همین معنا، و همین زن گاهی به معنای یقین است. در اینجا گفتم خاشعین کسانی هستند که یظنون انهم ملاقو ربهم. زن در اینجا نمیتونه، گفتن نمیتونه به معنای زن مصطلح باشد که مفصل در قرآن آمده، چهره خوبی برای زن ترسیم نشده، این نزن لا یغنی من الحق شیئا، یا تعبیرات دیگری، ولا تخف ما لیس لك به علم و امثال ذلک. و در علم اصولم که بارها و بارها فضلا خوندند که ممنوع است عمل به زن و زن حجت نیست مگر زنونی که دلیل کافی بر اعتبار و حجیت اونها قائم شده، که اصطلاحا بهش میگن در اصول زن معتبر یا زن خاص. بنابراین سوال این است که مقصود از زن در اینجا چه است؟ ادهی گفتن یظنون ای یستیقنون، یعنی اینا یقین دارن، ایمان به لقاء الله، ایمان به بازگشته به سوی خدای متعال دارن. خشوع پس یه خدا ترسیست و یه احساس مسئولیتیست که در دل انسان پدید میاد و زنده میشود و از آثار تربیتی ایمان به معاد هست. آدمایی که ایمان به معاد دارن حالت خشوع دارن. همیشه اون صحنه دادگاه الهی در ذهنشون مجسمه. اما عده‌ای گفتن نه آقا هیچ اشکالی ندارد که زن در اینجا به معنای همون گمان باشد و مشکلی هم در مسئله ایجاد نمی کند. میگیم چطوری مشکل ایجاد نمی کند؟
میگن زن در اینجا اگر معنای خودش یعنی گمان داشته باشد، به معنای یک نوع مبالغه و تأکیده. یعنی چی؟ یعنی اگر احیانا انسان فرزن به اون دادگاه الهی ایمان نداشته باشد و فقط تنها بفرمید فقط تنها زن و گمان داشته باشد کافی است برای اینکه حساب و کار رو داشته باشد. یعنی اهمیت مسئله به گونه است که یقین لازم نیست. بفرمایید. لذا میگن اصطلاح طلبگی خودمون میگن احتمالم منجز تکلیف هست، گاهی میگن احتمال ولو ضعیفه اما اگر محتمل بفرمایید قوی شد باید ترتیب اثر داد. اینجا در حقیقت یه نوع مبالغه است که الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، در این حال که گمان میکنند خواشند. میگه این اهمیتش، بعضی گفتن اهمیتش بالاتر از بفرمایید یقینه. یعنی اگر کسی یقین پیدا کرد که به طریق اولا، اما خشوع اینها صرفا در مقابل یک گمان خشوع دارند تا چه رسد به این که یقین داشته باشه. بنابراین گفتن نیاز نیست که ما زن را الزاماً به معنای یقین بگیریم، گرچه من به نظرم یظنون به معنای یستیقنونه، منتها حالا اونایی که زن را به معنای گمان میگیرن میگن اینا به احتمالات هم، چون یادتون هست که ما در اصول باز تو ذهن مبارک دوستان فضلا هست چهار مطلب اونجا ما داشتیم و اون چهار مطلب این بود که اطاعت، بعدش معصیت، بعدش تجری، انقیاد. یادتون هست؟ اطاعت که روشنه، آدم بگه این تکلیف الهیست منم اطاعت میکنم. معصیت هم روشنه، میگه این حکم الهیست میگه من مخالفت میکنم، رو در رو میستم. تجری به خیال این که این گناه هست، به خیال این که به قول آقا شراب هست میخورد و بعد معلوم میشه آب چپقلیه یا آب تصفیه شده است، اصلا خبرای نبود، حالا تو دلت خوش کرده بودی که شراب است. اما انقیاد، الان بحث من تو این ستا نبود، بحث من تو جزنا. یعنی چی؟ یعنی همین که احتمال میدم اینجا مولا تکلیف دارد، منقاد میشوم در مقابل امر احتمالی مولا تا چه رسد به این که یقین پیدا کنم که امر مولا در اینجاست. انقیاد یعنی همینه. لذا میگن آقا منقاده، یعنی اصلا همین که به گوشش بخوره که آقا مولا نظرش اینه کافی است. تمام. خب بله، منم همین عرض میکنم به این اعتبار. خب منم که نگفت شما که حرف ما رو گوش ندادید. من گفتم احتمال میدهد، من این که احتمال میده، من نگفتم موافق واقع است، ما گفتیم موافق واقع است. من گفتم احتمال میدم که مولا در اینجا امری داشته باشد، ولی اون که در واقع هم امری آنچنان آقا شیفته مولاست، هنوز مولا چیزی نگفته، فقط احتمال میدهد که با یک ابروی آقا احساس میکند که آقا مایل به خوردن آبه، میگه بفرمایید آب، میگه من نخواستم، میگه من احتمال دادم، حالا ما خواستیم وظیفه‌مون انجام بدیم. این خیلی فرق میکنه با کسی که بهش بگن برو آب بیار، حالا گاهی تعنی بکند و امثال. خب خستتون کردیم، ببخشید وقتم گذشت. من عید و خدمت دوستان تبریک عرض میکنیم، انشاءالله امیدواریم که موفق و مؤید و منصور باشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.